به هم بگو داری چی کار میکنی؟ ها؟ میگی یهو از زنم پرید و به مرد میگی داری برادردار میشی حالا سرزنشش میکنی؟ آخه تو چه دشمنی با این بچه داری ها؟ چرا داری اینجوری با پسرم رفتار میکنی؟ من مادرشم فهمیدی؟ هر جوری که دلم خواست باش رفتار میکنم. خب منم پدرشم. من نمیخوام تو از بچم سوء استفاده کنی، فهمیدی؟ ببین به خاطر گروهای خودت هیچ وقت منو متهم نکن و فراموشش نکن. کسی که با شرایط روانی بچه باز میکنه توی اون زمانی به این فاز رسید که فکر میکرد وقتی پدرش مادرش رو دوست نداره پس این بچه از کجا پیدا شد؟ تقصیر من واسه اینکه با گفتنش بچمون صدمه نبینه دارم میرم پیش چند تا مشاور. به خاطر اینکه بتونم سر فرصت همه چیزو بهش بگم دارم ازشون کمک میگیرم، ولی تو سرش هم همه چیزو بهش گفتی و حالا میگی از دهنم پرید؟ آخه چه جور مادری هستی؟ البته اینو میدونم، حالا که مرد فهمیده اصلا به نفع تو نیست، از مجبوری اینجوری هول شدی. خب خودت میدونی از بارداری من وقت زیادی داره میگذره، پس حالا باید چی بگم؟ بهت گفتم که از دهنم پرید، چرا به حرفم باور نمیکنی؟ گوش کن بهت چی میگم، هر جوری دوست داری فکر کن، من اصلا حوصله تو رو ندارم. میدونی که نمیتونی قانعم کنی، مطمئنم پشت این حرفت یه دسیسه است، اینو مطمئنم. خب میدونی چیه؟ فقط به خاطر اینکه نگران شدم ازت میپرسم، تو واقعا تا کی میخوای این مسئله رو از بچه‌مون پنهون بکنی ها؟ تا وقتی که شکمم اینقدر بزرگ میشه؟ بس آواز نکن، پیش روانشناس رفتیم و حرف زدیم، سه ما باید منتظر میموندیم تا وقتی از بی خطر بودن حاملگیت مطمئن نمیشدیم، اصلا نباید میگفتیم، نباید میگفتیم. ولی نه، تو نتونستی منتظر بمونی، تو نخواستی منتظر بمونی، تو اصلا به فکر بچت نیستی، هیچ وقتم نبودی. آخه تو چرا اینقدر خودخواهی؟ آخه تو چه جور مادری هستی؟ تو نمیخواد از مادر بودن من حساب بگیری، برو از پدر بودن خودت حساب بگیر، فهمیدی؟ خجالت نمیکشی به خاطر عروسی نکردن با من بچه تو به بازی گرفتی ها؟ ولی تموم شد، تو همینجا بود، تموم شد، فهمیدی؟ حالا وقتش رسیده پدر بودن تو ثابت کنی، تو این همه مدت اون بچه رو به بازی گرفتی، حالا باید کار درست انجام بدی، فهمیدی؟ به خاطر بچت هم که شده تو باید با من عروسی کنی، باید با هم عروسی کنی، فهمیدی چی گفتم؟ تو فقط به خاطر همین داری این کارا را در قبال بچت میکنی، اینو حتما ثابت میکنم.